سلام به همه دوستان نازنین، میخوایم با همدیگه توی این جلسه 25 تا تسته که بعضیشون هم سخت هستن از فصل اول کتاب 11 یعنی الکتریسیته ساکن حل بکنیم. تست های این جلسه بیشتر محوریتشون روی قانون کولون، هم نیروی کولونی و هم میدان کولونیه و در انتها در مورد میدان های یک نواخت هم تست های حل میکنیم. ایده بسیار خوبی برای سوالهای کنکور سال آینده هست، همچنین سوالهای کنکورهای گذشته هم درش بررسی شده، مخصوصا کنکور 1400. خب با هم دیگه بریم سراغ تست شماره 26. گفته 3 ذره باردار کیو آن منفی 3 میکروکولون در مرکز محور مختصاته، یعنی 0 0، و کیو به مثبت 16 میکروکولون در نقطه B به مختصات 4 متر و 3، یعنی در واقع این ایکسشه، این ایکسه، این ایگرگ دیگه، و کیو سی منفی 27 میکروکولون منطبق بر محور ایگرگ ها طوری قرار گرفته است که بردار نیروی الکتریکی وارد از طرف بار سی بر بی با جهت مثبت محور X زاویه 143 درجه ایجاد کرده. اگر ذره ها ساکن باشند، بردار نیروی الکتریکی وارد بر بار کیو آ بر حسب میلی نیوتن کدام است؟ ببینین، سوالاتی که آی و جی داره همیشه میدونی. هر چقدر آی و جیش رو میبره بالا، تر دست خودش بسته تر میشه و این زرنگی توه. اگر زرنگ باشی احتمالا نیاز نیست نه آی و نه جی هر دو رو همزمان به دست بیاری. اینجا رو داشته باش. من اول نقطه صفر رو مشخص کنم. این نقطه صفر من قبوله. تو نقطه صفر چی رو قرار دادیم؟ کیو آ رو قرار دادیم که هستش منفی 3 میکروکولون. بعدش توی مختصات 4 متری، یعنی اینجا این فاصله اگر باشه 4 متر، من اومدم کیو B رو قرار دادم که مقدارش هست مثبت 16 میکروکولون و در واقع اومدیم کیو C رو منطبق بر محور ایگرگ ها، یعنی کیو C من روی این محور قرار بگیره، حالا یا اینجا یا اینجا. حله؟ میگه طوری قرار گرفته که بردار نیروی الکتریکی وارد از طرف بار سی بر بی، بردار نیروی وارد بر سی به بی، سی به بی نیرویی که میتونه ایجاد کنه در این راسته، میگه چه کار کنه؟ زاویه 143 درجه ایجاد کرده نسبت به محور X. پس اینجا رو داشته باش، اگر این محور X باشه این زاویه بایستی 143 درجه باشه. پس این نیرویی که در واقع داریم یه همچین حالتیه دیگه، این میشود F C به B. بدیهیه که F C به B این حالتی بشه، F B به C هم میشود این حالت. قبوله؟ حالا گفته بگو نیروهای وارد بر کیو A چقدره. ما میدونیم بر کیو A، ببین بر کیو A هر باری که اطرافش باشه مستقلا نیرو وارد میکنه. اول مستقل نیروها رو به دست میاریم، بعدش اگر لازم باشه برایندگیری میکنیم. حل، نگاه کن اینجا رو، یه B دارم یه A دارم، یه B دارم یه A دارم، یکی مثبت و دیگری منفی، نیروی جاذبه وارد میکنه. پس من میتونم بگم F B به A، یعنی این F B به A مساوی میشود با میکروکولون، میکروکولون فاصله بر حسب متر، میکنمش سانتی متر، اما قانون 90 رو میزنم، میگم میشه 90 ضرب در 3. بزن پایین تر بنویسمش که بهتر باشه. F B به A می شود 90 ضرب در 3 ضرب در 16 به روی فاصله مون 400 ضرب در چنده؟ 400. چون مقدار نیرو رو بر حسب میلی نیوتن خواسته، من 3 تا صفرهای پایین رو نگه می دارم برای میلی نیوتنم. درسته؟ ببین این 3 تا صفرها رو که نگه دارم، یه 4 میمونه با 16 میره، یه دونه 40 که با این 4 بره
می شود 10 صفرش هم بره پس می شود 27 میلی نیوتن چون جهتش به این سمته می شود 27 تا آی من خوب نگاه کن تو گزینه ها فقط و فقط گزینه یکی که این اتفاق براش افتاده حله پس جواب تست در اومد حالا میخوایم ببینیم اگر که مثلا طراح یه دونه 27 آی دیگه هم گذاشته بود اون موقع چجوری به دستش میآوردیم من بایستی اول تشخیص بدم که بار این دوتا چگونه است چون دارن همو جذب میکنن مخالف اینه پس این میشود منفی ببین QSC شما یک بار چیه؟ منفیه میگی منفی منفی رو دفع میکنه پس حتما پارامتر بعدی بایستی منفی داشته باشه چرا؟ چون نیرویی که تولید میکنه رو به پایینه خب من میخوام نیرویی که تولید میکنه رو به دست بیارم بدیهی که نیازمند این فاصله هستم دیگه یه مثلث بسیار مهمی رو شما دارید اینجا از این قراره مثلث شما این زاویه رو به شما داده 37 از کجا به دست آوردم وقتی که این 143 درجه باشه این میشه 37 این زل رو داده به 4 متر ما میدونیم در مثلث معروف 37 90 53 زل روبرو به زاویه 37 میشه 3 آ زل روبرو به زاویه 53 درجه میشود 4 تا آ و زل روبرو به زاویه 90 میشود 5 آ بنابراین شما خیلی شیک میتونی بفهمی 4 آی شما شده چی؟ 4 پس آی شما 1 پس فاصله این یکی چقدر میشود؟ 3 آی که میشود 3 متر یا 300 سانتی متر حالا نیروهاشو میخوام به دست بیارم بارش بود 27 اینم که هست 3 پس من میتونم بگم Fش میشود 90 ضرب در 27 ضرب در 3 به روی 300 ضرب در 300 در قانون 90 بارها بر حسب میکرو کولون فاصله بر حسب سانتی متر اوکیه حواست باشه خب چون میخوایم میلی نیوتن نگه داریم دو تا صفر و یه دونه صفر رو کلا میذارم کنار این برای میلی نیوتنش 3 تا 30 تا میشه 90 تا خط میخوره 3 تا 27 تا میشود 81 میلی نیوتن چون رو به پایینه منفی 81 جی حله ببین تست تست جونداریه ایزن مشابه سوال کنکور هم اومده زیاد هم اومده حواست باشه بریم سراغ تست شماره 27 سوال کنکور 1400 بوده سراسری 1400 میگه دوباره الکتریکی نقطه‌ای 20 میکروکولون و منفی 5 میکروکولون در فاصله 3 سانتی متری از هم ثابت نگه داشته شدند. بار الکتریکی کیوس مساوی 15 را در این محیط در نقطه‌ای قرار می‌دهیم که نیروی الکتریکی خالص بر آن 0 باشد. اگر بار سومی می‌خواست بره بین دو تا بار یا خارج دو بار قرار بگیره و برآیند نیرو بهش 0 باشه بهش می‌گفتیم نقطه کور پس قرار این بار رو در نقطه کور دوباره اول بذارم میگه در این حالت نیروی الکتریکی وارد بر بار Q2 چقدر است من یه دونه در واقع خط بکشم از این قرار درسته میگم مثلا Q1 من چنده 20 میکروکولونه اینجا Q2 من منفی 5 میکروکولونه درست شد اینجا خب میخوام نقطه کور رو پیدا بکنم من میدونم این خطه رو اگر من امتداد خطچینش رو بکشم نقطه کور برای دوباره ناهمنام خارج دوبار نزدیک به بار کوچکتر خارج دوبار یعنی این طرف این چرا؟ چون بار کوچیکه اینجا پس این میشود اینجا در ضمن من یه نکته خیلی ساده رو بلدم این فاصله رو به من داده چقدر 30 سانتی متر درسته 30 سانتی متر چون زور بارش 4 برابره زور این باره پس بایستی فاصلهش وقتی به توان 2 میرسه از نقطه کور چقدر باشه بشه 4
پس اون عدده میشه 2. پس من میتونم بگم این میشه 30 سانتی متر. دوست نداری از این روش به دستش بیاری؟ میتونی از اون فرمولی که بهت یاد دادیم. قرار من اینجا Q3 رو بذارم دیگه. X من میشد R به روی رادیکال Q بزرگ به Q کوچک مثبت و منفی 1. پس X من میشود C به روی رادیکال 20 به روی 5، چون ناهم نامن میشه منها رو میذارم منهای 1. 25 میشه 4، رادیکالشو بگیرید 2، 2 منهای 1 1، سی به روی 1 30 سانتی متر. پس فاصله 30 سانتی متری باره کوچیک‌تر. خب حالا گفته وقتی اینجوری میذاریمش نیروی الکتریکی وارد بر Q2 چقدره؟ خب Q3 هم که 15 میکروکولونه دیگه، این هم داده 15 میکروکولون مثبت. من برای Q2 رو که بخوام بررسی بکنم میتونم بگم ببین بار Q2 این باشه، مثلا بار Q2 من منفی مثبت رو جذب میکنه، پس این میشود Fی که 3 به 2 وارد میکنه. منفی مثبت رو جذب میکنه، پس این هم میشود F چند؟ در واقع 1 به درسته. فاصله هاشون هم یکسانه. خب خیلی راحت میکروکولون سانتی متر من میتونم بنویسم، برای اینکه بارارم ببینیم مینویسم F 1 2 اندازش میشود 90 ضرب در 20 ضرب در 5 فاصله 30 ضرب در 30. اینو این با هم خط بخورن یه صفرم بزنیم 2 5 تا 10 نیوتن. بریم این طرف برای F32. F32 من میشه 90 ضرب در یه دونه 5 ضرب در 15 30 ضرب در 30. 30 و 30 میشود 900، با این خط میخوره درست شد. این 5 میشود نیم، نصف 15 تا میشه 7.5. آقا 10 تا اینوری داریم 7.5 تا اینوری، پس برایند من میشود 2.5 نیوتن رو به این طرف. پس با این تفاصیل جوابش میشود گزینه شماره 2. یه تست نسبتا جوندار بوده، بیش از این که خیلی سخت باشه یه کوچولو وقت گیره. هرچند ببین این هنر توه. وقتی که من دارم میگم آقا بار این 4 برابر اینه، پس اثر توان دویه فاصله باید 4 برابر بشه، یعنی دیگه ایکس رو نوشتن و فلان و اینا نه. از اول من یه 30 سانتی متر دارم درسته. بعدش هم نکته مهمی که وجود داره اینه که شما خیلی راحت وقتی یه دونه بار رو به دست میارید میتونی تشخیص بدی برایند اون یکی کوچولوتره چقدره، عدد شما باید چقدر تغییر بکنه. این اتفاق زمانی میفته که حتما تست کار کرده باشید. اگر تست کار کرده باشید نسبت به اعداد، نسبت به این بارهایی که میذارید یه درک بهتری هم خواهید داشت. مثال شماره 28 هم خارج کشور 1400. بریم با هم این تست رو حل کنیم. میگه در شکل زیر 4 ذره باردار در رأسای یک مربع قرار دارن. اگر نیروی الکتریکی خالصه وارد بر بار کیوسه صفر باشد کدام رابطه درست است؟ ببین این که میتونه در این راستا، این در این راستا، ولی این مورعشونه. حل پس من اگر مثلا فرض کنم که این طرفی باشه، قاعدتا بایستی بردار ناشی از این دوتا این حالتی بشه بیفته اینجا که بتونن همو خونسا بکنن. پس Q4 من این طرفی باید باشه، Q2 من اینجوری، یعنی F2-3 F4-3 F1-3. من اگر اینو مثبت فرض کنم این چیه؟ مثبته. این چیه؟ مثبته. این چی میشه؟ منفی، یعنی این میشه منفیش درسته. پس من میتونم بگم این مثبت، اینم مثبت، یعنی همین الانش میدونم Q2 و Q4 با هم دیگه برابرن. علامت Q1 که من منفیه، یعنی خیلی راحت این گزینه و این گزینه رو خط میزنم. نکته بعدی، من چون در رأس مربع هستم و قرار برداره برایند من قطر مربع بشه، قطر مربع یعنی زاویه 45، یعنی این بردار خطچینه نه به این نزدیکه نه به این، دقیقاً وسطشه.
پس این دوتا بار با هم برابرن. دوتا بار وقتی برابرن در مثلث، وقتی که شما این دوتا رو دارید، نگاه کن، شما این توی مثلث قائم الزاویه، وقتی که این باشه F، اینم باشه F، این میشود F رادیکال 2. الان F F، پس این برداره میشود F رادیکال 2. حله؟ خب حالا این F رادیکال 2 میشود چی؟ من میتونم بگم مثلا Q3 Q4، درسته؟ حله؟ به روی فاصله A به توان 2 بوده F، ضرب در رادیکال 2 باید برابر بشه با F1 3. F1 3 میشه Q1 Q3 فاصلش به توان 2، فاصلش از A رادیکال 2 که به توان 2 برسه میشه A2 ضرب در 2. یه ساده سازی خوشگل انجام بده، A2 A2، K و Q3 K و Q3. پس میتونی بفهمی که نگاه کن، Q4 من مساوی می شود با Q1 2 رادیکال 2. اینو اگر گویاش بکنم، یه دونه رادیکال 2 ضرب می کنم صورت و مخرج و، درسته؟ این می شود 2، پس می شود رادیکال 2 چهارم. Q4 شما بایستی رادیکال 2 چهارم Q1 باشه. علامتش هم که منفی بود، پس می شود گزینه. قبوله؟ تست نسبتا خوبیه. ببین سخت نیستن. اینا با مهارت یه مقداری درشون کسب بکنی. خب بریم سراغ مثال 29، سوال تعلیفیه. در شکل زیر قطر دایره برابر با 4 سانتی متر و برآیند نیروهای وارد بر بار Q2 مساوی منفی 0.2 میکروکولون در مرکز دایره برابر F است. نمیدونیم چنده. میگه اگر بار Q1 حذف نماییم، اندازه بار Q3 چند میکروکولون شود تا در این حالت نیز برآیند نیروهای وارد بر بار Q2 برابر با F گردد. خب ببین همین جا یه چیز رو داشته باش. برآیند نیروهای وارد بر این ناشی از این چهارتا، این دوتا در این راستا میتونن به وجود بیارن، این دوتا در این راستا. وقتی تو قراره اینو حذف کنی، ببین وقتی قراره اینو حذف کنی، حتما بردارش که در این راستا هست کم یا زیاد می شود. پس اتفاقی که بایستی بیفته چیه؟ بایستی جور اینو این یکی بکشه. قبوله؟ حالا نکته ای که وجود داره اینه که نگاه کن، این منفی 12، اینم منفی، یعنی این می شود F1 2. حل این منفی 6 منفی، این می شود F3 2. خب اختلاف این دوتا چند میکروکولونه؟ 6 میکروکولون. پس من میتونم بگم F3 2 میتونه به اندازه نصف F1 2 رو حذف کنه. یعنی بردار برایان اول چی بوده؟ F1 2، مثلا F در واقع 1.2 پریمی بوده که به اندازه 6 میکروکولون میارزیده. حالا اینو که حذف بکنم، خود این چند میکروکولونه؟ 6 میکروکولون. یعنی خودش میتونه همینو تولید کنه، فقط در اون جهت، چون گفته اندازه جهتش هم برای من مهم نیست. حله؟ پس یه نکته ای، اصلا هیچ کدوم از این پکیج بار نیاز نیست تغییر بکنه. چرا؟ چون فیکسه فیکسه فیکسه، همیشه یاد باشه. پس جوابش میشه گزینه 1. آقا اینا حل کردن نداره ها. نکته بسیار مهم، در مسئله هایی که دایره میشه، شکل پیچیده میشه، تعداد بار زیاد میشه، مطمئن باش طراح دنبال یک راه حل خلاقانه است، و چنانچه شما منفی یا مثبت در یک فاصله مشخص از این ور و این ور داشته باشی، این دوتا همدیگر رو خونسا میکنن. اوکیه؟ این دوتا همدیگر رو خونسا میکنن. مثال خیلی خوبش تمرین بچه های رشته ریاضیه که توی اینستاگرام ما حلش کرده بودیم، ولی اینجا هم داریمش مشابهش رو. حله؟ تو اونجا بیشتر توضیح میدم. بریم سراغ تست 29، تست شماره 30. این هم یه تست تعلیفی خیلی خوبه. میگه دوبار الکتریکی نقطه‌ای در فاصله 1 سانتی متر از یکدیگر با نیروی الکتریکی 900 نیوتن یکدیگر را دفع می‌کنند، در صورتی که جمع اندازه دوباره
7 میکروکولون باشد، اندازه هر کدوم از بارها چند میکروکولون است؟ چون بارهای من میکروکولونن، فاصله هم سانتی متر، قانون 90 رو پیاده میکنم. قانون 90 میگفت چی؟ میگفت اف شما میشه کا کیو 1 کیو 2 به روی آر 2. میگفت اگر 900 نیوتن داری به جای کا بذار 90، همگی بر حسب میکروکولونن، پس میشه کیو 1 کیو 2 به روی فاصله 1 ضرب در 1. تبدیل واحدی ندارد. قبول داری؟ 900 رو با 90 ساده کن. آباری کلا، کیو 1 ضرب در کیو 2 میشه 10. این یه معادله لاینحله. چرا؟ چون یک معادله است با دو مجهول. اما یه کمکی رو به شما کرده بود، گفته بود در صورتی که جمع اندازه دوبار 7 میکروکولون باشه، یعنی آفرین، کیو 1 به اضافه کیو 2 هم هست 7. یک دستگاه دو معادله دو مجهوله، نکنه میخوای حلش بکنی؟ رفیق دو تا عدد بگو ضربش بشه 10، جمعش بشه 7، ضربش بشه 10. آیا 3 4 تا 10 تا میشه؟ 2 5 تا 10 تا میشه، جمعش هم 7 تا میشه. 1 ضرب در 6 10 میشه؟ نمیشه. 3 و نیم ضرب در 3 و نیم هم 10 نمیشه. فقط اینا جمعشو دارن. اوکیه؟ میدونین جمع رو چرا گذاشته؟ برای اینکه اگه یه کوچولو تو اومدی زرنگی بکنی، از اول گفتی خب باید قاعدتا این دوتا جمعش بشه 7 دیگه، خب اومدی بزنی مشتتو گرفته باشه. بریم سراغ تست 31. این تست هم ایده های خلق. ببین سری تریبوالکتریک به ذات خیلی مسئله سختی نداره، بخواد سوال کنکور باشه امسال میتونه یه کوچولو کاری که میکنه این باشه که آقا فقط و فقط یه کوچولو با یه چیزی ترکیبش بکنه که یه مقدار شکل سختی به خودش بگیره. اوکی؟ خب میگه با توجه به جدول سری الکتریسیته مالشی زیر، اگر دو جسم خونسا و کروی آب را به یکدیگر مالش دهیم و سپس در فاصله معینی از یکدیگر قرار دهیم، کدام گزینه به درستی خطوط میدان را نشان میدهد؟ خب من قراره آ و بی رو به هم مالش بدم. خب وقتی آ و بی رو به هم مالش میدم، آ بزرگوار چسبیده به انتهای منفی، پس میشه بار منفی. بی هم به مثبت نسبت به آ نزدیکتره و یا از منفی نسبت به آ دورتره، میشه مثبت. آقا یکی مثبت یکی منفی، خطوط میدان از بار مثبت خارج وارد بار منفی میشه. خطوط میدان از بار مثبت خارج وارد بار منفی می شود. خطوط میدان پس بایستی از بی خارج وارد آ بشه. آه درسته، خطوط میدان از بی خارج که این داره وارد میشه. اینها هم که اصلا مربوط به دو تا بار هم نامن، اینجوری میان ویژ میرن بالا، درست شد؟ یعنی به همدیگه در واقع ورودی ندارن، پس یکی مثبت یا یکی منفی نیست، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفی. بدیهیه که این که داره هر دوتاش وارد میشه مربوط به هر دو منفیه، این که هر دوتاش خارج میشه یعنی هر جفتش مثبته. در سری تریبو الکتریک غیر ممکنه دو جسم به هم مالش داده بشن و هر دو مثبت یا هر دو منفی بشن. چرا؟ چراش توی تستای اولیه گفتیم، یادته؟ گفتیم که طبق اصل پایستگی بار، بار الکتریکی نه به وجود میاد نه از بین میره. شما دو تا جنس داری، اگر قرار این مثبت بشه پس اتفاقی که افتاد الکتروناش تشریف بردن داخل این، این یکی منفی میشود. هر دو مثبت، یکی مثبت دیگری خونسا، یکی منفی دیگری خونسا، هر دو منفی وجود ندارد. بریم سراغ تست شماره 32. قبل از اینکه اینو من حل بکنم، یه بار سوال حل بکن. سوال خیلی خوشگل، تر و تمیزه، آسونیه، قبوله؟ خب میگه راستا کدام گزینه درسته؟ راستای خطوط میدان الکتریکی در هر نقطه همراستا با نیروی وارد بر یکای بار منفی در آن نقطه است. نه نه، ما میگفتیم بار آزمون بار چیه؟ بار مثبته، درسته؟ پس این گزینه میشود یه گزینه چی؟ درست. آقا تو که میگفتی این بایستی مثبت باشه. اوکی ببین خوب توجه کن، راستای خطوط درسته، این کلمه گول زننده است،
نگفته جهت میدان در هر نقطه همراستا با نیروی وارد بر بار منفی است. ببین ما یک راستا داریم، یک جهت داریم. حالا این جهت این بر این بر، اما هر جفتشون با هم همراستن. ببین الان چه مثبت بشه چه منفی، اون کلمه با وجود راستا درسته، اما اگر بشه جهت الزاما با مثبت درسته. پس این گزینه درسته. دامش هم همین بوده دیگه. خب میگه هرچه میدان الکتریکی در ناحیه قوی تر باشد تراکم خطوط بیشتر است. جمله معروف من اینه دیگه، تراکم خطوط در هر نقطه بیانگر قدرت میدان در آن نقطه هستش. اگر بار الکتریکی در میدان الکتریکی قرار گیرد همواره در جهت میدان الکتریکی حرکت میکند. خیر 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 خیر. بار مثبت دلش میخواد در جهت میدان حرکت کنه، بار منفی دلش میخواد خلاف جهت میدان حرکت کنه. چرا؟ چون اگر شما یک میدان ای داشته باشید، طبق درس قبلی، طبق تست قبلی، این ورش گویا مثبته، این ورش گویا منفیه. آباریکلا یه بار منفی رو بندازی اصلا خوشش نمیاد بره این طرفی، دلش میخواد این طرفی بره. یه بار مثبت رو بندازی دلش میخواد بره پیش منفی ها. پس بار مثبت در جهت میدان حرکت میکنه، بار منفی خلاف جهت میدان. در ضمن ما میدونیم عامل حرکت رو نیرو میگیریم، پس میگیم جهت ای و اف برای بار مثبت مثل هم در جهت میدان، جهت ای و اف خلاف همه برای بار منفی. بریم سراغ تست شماره 33. مطابق شکل سه بار نقطه‌ای در صفحه ثابت شدند. بزرگی نیروی خالص وارد بر بار 5 نانوکولونی از طرف دوباره دیگر چند نیوتن است. یه بار اینجا گذاشته، می‌خوایم ببینیم چقدر میشه. برایند نیروهاشو. نیروی خالص یعنی اف نت، یعنی اف توتال، برایند نیروها. برای برایند نیروها اصلی داشتیم به اسم اصل سوپرپوزیشن. میگفت تک تک نیروها رو به دست بیار، بعد با هم برایند گیری کن. اگر در یک جهت بودن جمع، در خلاف جهت بودن کم. اگر ما هم زاویه می ساختن باید برداری جمع کنی. کتاب شما میگه این بچهای گلین، زاویه دار بهشون ندید الا زاویه 90. وقتی زاویه 90 مربوط میشد به قضیه معروف فیثاغورس، باز شما فیثاغورس میزدید. خب بار مثبت بار منفی قبول داری؟ بار مثبت بار منفی رو اینجوری جذب میکنه، میگه آها جهت نیرو اینوری جاذبه، مثبت منفی آها جهت نیرو هم این حالتیه. در ضمن حالا یادت باشه برای میدان اگر میخواستی بکشی میدان این اینوری بود، میدان اینم اینوری. چرا؟ میدان از مثبت خارج میشه، از این مثبت هم خارج میشه. حله؟ خب من بیام به دست بیارم دیگه، این که یکه، خب خودش داره، میگم اف یک میشود. ببین این یه متر، یه متر باشه فاصلش میشود این وتر مثلثه میشه یک رادیکال دو. مثلث آ و آ قائم زاویه، آ و آ وترش میشه آ رادیکال. پس F1 من می شود. آیا از 90 میتونم استفاده کنم؟ نه بهتر استفاده نکنید چون نانوکولونه. اما اگر هم بخواید استفاده کنید کار سختی نیستا. نگاه کن اینجا رو. من می نویسم 90. خب درسته. این نانوکولونه. یعنی پنجش اگر میکرومی بود خب میتونستم بنویسم، ولی چون نانوه میشه 5 در 10 به توان منفی 3. منفی 3 اختلاف نانو و میکروشو میذارم. اینم 3 نانو پس 10 به توان منفی 3. ببین هر نانو 1000م چیه؟ 1000م میکرو. پس اون ما با تفاوتشو میذارم دیگه. اوکیه. فاصله هم که بوده چند متر؟ 1 رادیکال 2 که به توان 2 میخواد برسه. فقط حواست باشه وقتی اینجوری میذاری، حالا الان جلوتر میذار، وقتی اینجوری میذاری باید سانتیمتر بذاری دیگه، درسته؟ یه 100 به توان 2 هم داره که میشه 10 به توان 4. خب نگاه کن اینجا رو، 10 به توان 4 که بره بالا میشود منفی، درسته؟
این هم 6 تا میشود منفی 10، این یه دونه بره میشه 10 تا منفی 9، 10 به توان منفی 9 ضرب داره. این که میشه 2، 2 رو میتونم با در واقع چند خط بزنم؟ با این 9 خط بزنم، میشه 4.5، درسته؟ خب بنابراین F1 من میشود 4.5 ضرب در 15 تا، قبوله؟ 10 تا 15 تا 10 تا 45 تا میشه 10 تا 4.5 تا میشه 45 تا، 5 تاش هم در واقع میشه 22.5 میشه 67.5. پس F1 من میشود 67.5 ضرب در 10 به توان منفی 9. میام این یکی هم به دست میارم. خب این یکی رو که میخوام به دست بیارم، حالا از اون یک رابطه اصلی میرم، F من میشود 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 2 نانو کولون، 2 در 10 به توان منفی 9 ضرب در 5 نانو، 5 در 10 به توان منفی 9. فاصله این هم هست 1 رادیکال 2 به توان 2 که میشود 2، 2 رو با 2 میزنم، حل میشه 9 5 تا 45 تا، این از اینجا، درسته؟ و در واقع خب 10 به توان منفی 9 با این ساده میشود، میمونه یه 10 به توان منفی 9، 45 ضرب در 10 تا منفی 9. پس بردار برایندهای شما یه همچین استایلی رو دارن، یکیشون این حالتیه، یکیشون هم این حالتیه. اون 10 به توان منفی 9 شو بیخیال شو، این بوده 45، درسته؟ اینم بود چند تا؟ 67.5 که میشد 1.5 ضرب در چند؟ 45. به توان 2 که بخوام برسونمش، خب به رابطه فیثاغورس میخوام بزنم دیگه، برداره برایند به این نزدیکتره، میشود رادیکال 45 به توان 2 به اضافه 1.5 به توان 2 ضرب در 45 به توان 2. 45ش که میتونه بیاد بیرون، قبوله؟ اینم ازش فاکتور که بگیرم یه 1 میمونه، با یه 2 25 میشه 3.25، پس میشود 45 ضرب در رادیکال 3.25. 3.25 تقریبا خب میشود 1.7، 1.8. حالا ضرب در 45ش بکنیم، خب جوابش میشود قاعدتا 81. از کجا میفهمم؟ اول از که همه اینا کمتر از 45 و یا خود 45، اون 45 ضرب در 1.5، 1.5 خب میبره بالا. اوکیه؟ بریم سراغ تست شماره 34. میگه مطابق شکل دو بار الکتریکی همنام و هماندازه در فاصله معینی از یکدیگر ثابت شدن. اگر روی خط واصل دو بار از بالا به سمت پایین حرکت کنیم، بزرگی میدان الکتریکی برایند چگونه تغییر میکنه؟ خب دو تا بار مثبته، خطوط میدان از مثبت اینه، از این داره خارج میشه، میاد این حالتی میشه، قبوله؟ این هم که داره خارج میشه میاد این حالتی میشه. خب این ناحیه تراکم خطوط درش به شدت افت میکنه، پس من میتونم بگم وقتی که داره از بالا میاد پایین، میدان شما ابتدا در این وسطه کاهش پیدا میکنه، بعدش که میاد اینجا خوب پرپروپیمون میشه، پس اینجا چی میشه؟ افزایش. پس میشود ابتدا کاهش و سپس افزایش. تست شماره 35، میدان الکتریکی از چه نوع کمیت است؟ میدان کمیتی برداری است. چرا؟ چون نیرو کمیتی برداری است، قبوله؟ و واحد آن در SI میشود چی؟ نیوتن بر کولون، قبوله؟ برداری نیوتن بر کولون. سوال بسیار ساده. بریم سراغ تست شماره 36. این ایده هم ایده بسیار بسیار خوبیه، مشابه سوال کنکور قبلا اومده، باز هم میاد. میگه مطابق شکل زیر، ذره با بار منفی به جرم 3 گرم درون یک میدان الکتریکی یک نواخت در حال تعادل است. خب جهت میدان و اندازه بار ذره بر حسب میکروکولوم به ترتیب کدام است؟ من اگه قرار این قلمه تعادل داشته باشه، خب باید چی باشه؟ نگاه کن، این قلمه اگه دست من نبود میومد پایین. پس یه کسی داره نیروی امجه اینو خونسا میکنه، اینجا دست منه، برای این ذره هم
یه نیروی MG وجود داره که بایستی یک نیروی باشه که این هم بتونه خونسا کنه. آیا دستی وجود دارد؟ خیر. تنابی وجود دارد؟ خیر. پایه‌ای وجود دارد؟ خیر. فصل چیه؟ الکتریسیته. پس ما چرا نمیبینیم نیرویی که داره؟ چون چشم ما نمیبینه. پس اینجا یک نیروی الکتریکی بایستی باشه. حالا بار شما منفیه. وقتی که بار منفی بود، جهت FE خلاف جهت میدانه. برای بار منفی، یه بار دیگه میگم، برای بار منفی جهت نیرو خلاف جهت میدانه، و یا بالعکسش جهت میدان خلاف جهت نیروه. پس میدان من رو به پایینه، این دوتا بزرگوار خط میخورن. حالا باید اندازش رو به دست بیارم. FE باید MG رو خونسا بکنه، پس FE مساوی میشود با M ضرب در G. در میدان های یک نواخت من میتونم بگم E من ای میشود چی؟ میشود V تقسیم بر D. انتهای جزوه خونده بودید فرمولشو، یادتونه V تقسیم بر D ضرب در Q میشه M G. خب V من چنده؟ 7.5 تقسیم بر 5 میلیمتر، 5 در 10 به توان منفی 3 ضرب در Q مساوی می شود با ام من فکر کنم 3 گرم بود، بله 3 گرم. ام من 3، چون گرمه در به توان منفی 3 ضرب در جی که می شود چند تا؟ 10 تا. حالا دیگه محاسباتش رو می خوام انجام بدیم دیگه. قبوله؟ 7.5 رو به 5 ساده کن می شود 1.5، 1.5 رو هم به 3 ساده کن می شود 2. این در توان منفی 3 هم بره اینجا، می شود 20 ضرب در در توان منفی 6 مساوی کیو. اینو بردار به خاطر میکروش، پس می شود 20 میکرو کولون. گزینه 2. تست بسیار خوبی بود. بریم سراغ تست شماره 37 که سوال کنکور 99 بوده داخل کشور. میگه در شکل زیر میدان الکتریکی حاصل از بار Q1 در محل بار Q2 برابر E1 است و میدان الکتریکی حاصل از بار Q2 در محل بار Q1 E2 است. کدام رابطه بین E1 و E2 برقرار است؟ اصلا آدم لذت میبره از این سوال. آقا میدان به چی بستگی داشت؟ میدان میشد Q R2. کا که عدد ثابته، پس این اصلا مهم نیست. اینو میام تناسبش میکنم، کا میره. میگم میدان به بار و به فاصله بستگی داره. خب فاصله این دوتا که یکسانه، پس این بزرگوار هم در رابطه دیگه تأثیری نداره. میدان در اینجا فقط به اندازه بار بستگی داره. بار Q2 4 برابر بار چیه؟ Q1. پس میدانش 4 برابر زور داره. پس تا به اینجا این گزینه این و این گزینه خط میخوره. قبوله؟ خب دانش آموزایی که یه کوچولو بی‌دقتی میکنن الان اینو زدن رفته، میگن آقا اینا مثبت اینا منفی، میزنیم میریم. نه خیر، اگر نیروش بود درست میگفتی، نیرو بود درست میگفتی، اما میدان برای این Q1 میدان ازش داره چی؟ Q1 خارج میشود. پس در واقع میدان این طرفیه، میدانی که Q2 تولید میکنه برش وارد میشود. اینم میشود این، ببین یکی مثبته و یکی منفیه، هر دوتا میدان در یک جهتن، پس جهتشون اینجا میشه. اوکیه؟ این غلطه. حله؟ متوجه شدی؟ تو این منفی رو میبینی گول میخوره، اما یادت بایستی باشه که وقتی که میدانها برای اگر جفتشون مثبت بود اتفاقا چون خارج میشدن میشدن حکم دافعه داشتن خلاف جهت هم، ولی الان چون یکی مثبت یکی منفیه در واقع این حالتی باشه، اون یکی هم میره به سمت این طرف. تست بسیار بسیار جالب بود. تنها نکته سوالش هم فقط همین بودا، یعنی شما بایستی اینو اشتباهی نزنید. بریم سراغ سوال 38. این هم جز سوالات کنکور 99 بود.
میگه اگر اندازه میدان الکتریکی حاصل از یک بار الکتریکی نقطه در 30 سانتی متری آن این باشد 1.6 در ضرب توان 4. کمتر از اندازه میدان الکتریکی در 10 سانتی متری آن باشد، اندازه میدان الکتریکی در فاصله 1 متری آن چقدر است؟ ببین داره میگه ایه 30 سانتی، خب درسته، از ایه 10 سانتی اینقدر چیه؟ کمتره. یعنی به اضافه 1.6 در 10 به توان 4 مساوی میشه با ایه 10 سانتی. اوکی، مشکل نداره. خب من یه نکته‌ای که میتونم بگم، اول که اصلا بیام نسبت بین ای 10 و ای 30 رو به دست بیارم، ای 30 به ای 10 میشود کیو 30 به کیو 10 آر 10 به آر 30 به توان 2. خب اینا که بارشون یکیه، فقط فاصله داره عوض میشه، پس اینا که با هم میرن، پس در نتیجه ای سی به ای ده میشود 10 سانت به روی 30 سانت به توان 2 که مساوی میشه با 1/9. بنابراین نگاه کن، ای سی شما این 1/9 اینه، درسته؟ 1/9 ای دهه. خب این که بره این طرف میشه چی؟ 1/9 از این کم میشه، میشه 8/9 ای 10 مساوی میشود با 1.6 در 10 به توان 4. من میتونم مقدار ای 10 رو الان به دست بیارم، نگاه کن، 8/9 ای 10 میشه 1.6 در 10 به توان 4. این 8 رو با این میزنم میشه 2/10، اینو که ضرب کنم ای 10 من میشه 18 در 10 به توان 4. خب این تا به اینجا گفته بود، حالا بگو میدانی که همین باره داره تولید میکنه خب در فاصله 1 متری چقدره؟ خب من اگه جای تو بودم، خب خیلی خوشگل این 180 رو میزدم میرفت. تو میگه آقا از کجا اینو میفهمی؟ من میگم نگاه کن، ایه 10 به 1 متر میشود ایه 100 سانتی دیگه، به 100 وقتی واحداشون یکی میشه. خب فاصله 10 برابر شده، فاصله 10 برابر بشه پدر میدان در میاد، به توان 2 میرسه، کوچیکش میکنه، یعنی 1/100 میدان قبلی میشه. اوکیه؟ بنابراین شما میتونستی بگی 2 تا 0 از صفرای این خط بزن، این 1.8 بود دیگه، خب 2 تا 0 از صفرای 10 به توان 4 خط بزن میشه 1.8 ضرب داره 10 به توان 2 یا 180 میشه جواب. حالا دوست داری از این میری، میشود 100 به روی 10 به توان 2. آقا چرا کیوهاشو نمیمیسی؟ خب یه باره، ببین شما یه کولر دارید، قبوله؟ یه کولر داری، کولر ولش کن، این نوره، این لامپه رو نگاه کن، شما این لامپه رو داری اینجا دستو خیلی روشن میکنه، من میارم اینجا، شما همین الان تو تصویر دوربینتون هم میتونید متوجه بشید داره نور کمتر میشه. چرا؟ چون فاصله که زیاد میشه شدت نور، میدان نوری که تولید میکنه به شدت افت میکنه. حالا این که من دستم رو کم و زیاد میکنم، قدرت این کم و زیاد نمیشه، اثر میدان روی این دست منه که داره کم و زیاد میشه. پس ایه 10 من میشود 1.8 در 10 به توان 4 به روی ایه 100 مساوی میشود با 100 و با 10 ساده کنم میشه 10 به توان 2 میشود 100. من میتونم اینو در این بر ضرب کنم، 2 0 این با این میره میشه 10 به توان 2، پس ایه 100 اینم که داره میره بالا میشود 180. تست بسیار جالب و خوبی بودش، کنکور 99. بریم سراغ تست شماره 39. میگه ذره‌ای به جرم 10 گرم با بار الکتریکی منفی 24 میکرو کولون در میدان الکتریکی یک نواختی به اندازه اینقدر قرار دارد. اگر میدان الکتریکی عمود بر سطح زمین و به سمت پایین باشه، پس جهت میدان آباریکلا پایینه، شتاب ذره چند متر به بر مجزور ثانیه و در چه جهتی است؟ خب بار من یه بار چیه؟
منفی. به بار منفی خلاف جهت میدان چی؟ نیرو وارد میشد. به بار منفی خلاف جهت میدان نیرو وارد میشه. پس نتیجه گیری اینه که اف الکتریکی من رو به بالاه. دیگه چه نیروهایی وارد میشود؟ این قلم ولش میکنم میاد پایین. بار الکتریکی هم تحت اثر نیروی وزن هست. پس یه دونه ام جی هم رو به پایینه. حالا زوره هر کدوم بیشتر باشه بار اونجا میره. الان دست اینو نگاه کن، قبوله؟ الان داره میاد پایین، یعنی زور ام جی از زور دست من بیشتره، من نمیتونم نگرش دارم. الان زور دست من از ام جی بیشتره، دارم میبرمش بالا. حالا اف ای میشد ای کیو. ای من هست 10 به توان 4 ضرب در کیو، 24 در 10 به توان منفی 6 تا. قبول داری کلن این که با این بره میشه ممیز دیگه، میشه 24 صدم. این است. بریم سراغ ام جی مون هم حساب بکنیم ببینیم ام جی مون چقدره. خب ام جی ما هم اف در واقع ام جی مون، یا حالا اصطلاح علمیش دبلیو میگن دیگه، دبلیو من میشه و 10 گرم 10 در 10 به توان منفی 3 ضرب در جی ضرب در ده، که این هم با این برود در واقع میشود چند تا؟ 1/100 نیوتن. 1/100 داریم و 24/100. خب ام جی رو به پایینه، اف ای رو به بالاه، درسته؟ پس من میتونم بگم در واقع اف نت یا اف خالص میشود 24/100، قبوله؟ منهای، درسته؟ 1/100. حله؟ احساس میکنم یه جایش یه کوچولو ایراد داره. چرا؟ دلیل هم اینه که ببین جوابا 4 34 14 4. خب من الان 1/100 رو کم بکنم میرسم به 23/100، اصلا جواب اونو در نمیارم. حالا کجا رو اشتباه نوشتیم؟ بیا یه بار با هم چک کنیم. اف ای من میشه ای ضرب در کیو، ای من 10 به توان 4 کیو من منفی 24 میکرو کولونه، اینم 24 ضرب در 10 به توان منفی 6، که این دوتا با این میره میشه 24/100. این درسته، پس ایراد باید توی این یکی باشه، قبوله؟ این بوده 10. آها 10 گرم بود. من اینجا این دوتا رو با هم ساده کردم. خب نگاه کن اینجوری میشه دیگه. ببین 10 ضرب در 10 به توان منفی به خاطر تبدیل گرمی ضرب در 10 جی، این میشه 100 با یه ممیز، 100 که در واقع 3 تا ممیز بخوره میشه 1/10، پس این میشود 1/10. حالا این میشود 14/100. حالا 14/100 مساویه چی میشود؟ در واقع شتاب دادن دیگه. ام آ اف نت مساوی میشود با ام ضرب در آ. 14/100 مساوی ام من 10 در 10 به توان منفی 3 ضرب در آ. 10 به توان منفی 3 با این میشه 10 به توان منفی 2، ممیز اینو از بین میبره، آ میشود 14 متر بر اس 2، چون جهت رو به بالا بیشتر بود میشه 14 تا رو به بالا. بریم سراغ تست شماره 40. این هم سوال کنکور سراسری بود، کنکور 1400 بود. میگه در شکل‌ریزی میدان الکتریکی خالص در نقطه آ برابر صفر است. اوه اوه اوه، میدان خالص صفر شده. یعنی چی؟ یعنی این ستا به همدیگه به یک توافقی رسیدن که همدیگه رو بترکونن و اثر همو خونسا کنن، قبوله؟ حالا میگه بگو اندازه کیو 3 به کیو 1 کدام است؟ ببین کیو 1 و کیو 2 نسبت به نقطه آ موربی میتونن اعمال نیرو کنن، اما این یکی تک بعدیه. پس من میتونم بگم یه این حالت ها باید باشه دیگه، یعنی تو نقطه آ یا این میدانه رو به بالا باشه، بعدش این دوتا بایستی این حالتی باشن که بتونن اثر همو خونسا کنن. به این دوتا باید با هم وقتی که جمع میشن بعد اینو تشکیل بدن، درسته؟ که بتونن اینو خونسا بکنن. یا بالعکسش باشه، یعنی این رو به پایین باشه بعد
این دوتا چی باشن؟ این حالتی که حالا این دوتا وقتی اینطوری باشن الان بردار برایندشون بشن. یعنی در نهایت این که ناشی از Q1 و Q2 بایستی بتونه اینو خونسا بکنه، درسته؟ پس من برای اینکه زاویه هم دقیقا افتاده وسطش دیگه، یعنی زاویه باید 90 درجه، خب این دوتا 90 باشه که دقیقاً از وسط بره با این یکی در یک راستا باشه. چون زاویه 90 قطعاً Q1 با Q2 برابره، قطعاً Q1 با Q2 برابره. وقتی که شما یه همچین حالتی داری، قطر شما خب یا این وتری که داری میکشی قراره با ادامه قطر شما بشه، دقیقاً این دوتا با هم برابرن. حالا کاری که من باید بکنم اینه که بیام حساب بکنم. نگاه کن، اینو وقتی میخوام بنویسم، قبول داری نیرویی که تولید میکنه میدانش بود یا نیروش بود؟ میدانش بود. قبول داری میدانی که داره تولید میکنه این اگر باشه E1 میشه K Q به روی فاصله. من اینو اگر بذارم R، اینم R، اینم R، این فاصله میشه R رادیکال 2، این رادیکال 2 میشود به روی R رادیکال 2 به توان 2 که می شود ای من K Q 2R2. این از این، این هم همین میشه دیگه، میشه K Q به روی 2R2. حالا برایند این دوتا چی می شود؟ دوتا خب اینا الان آن دیگه، اینا یک چیز یکسانن، هر چیزی که باشن اینجا همونو می دهد اما ضرب داره یه دونه رادیکال دو. پس این بردار آبیه می شود K Q 2R2 ضرب در رادیکال 2. قبول داری این بایستی با این برابر باشه. این چیه؟ K Q 3 فاصلش چیه؟ 2R به توان 2. حله؟ که این میشود 4. حالا من این دوتا رو اگر مساوی هم قرار بدم، K Q 3 به روی 4R2 مساوی میشود با K Q R2 ضرب در رادیکال 2 2. پارامترهایی که مثل هم هستن، مثل کا، مثل R2 رو خط میزنم. این هم از این، این هم که Q1 منه، قبوله؟ من اندازه Q3 به Q1 رو میخوام دیگه، Q3 به Q1. پس میگم اندازه Q3 به، بپر بیا این پایینه، اندازه Q1 مساوی است با این 4، این بره میره بالا 4 ضرب در رادیکال 2 به روی 2. 2 رو با 4 ساده میکنم میشه 2 رادیکال 2 برابر. حالا سوال من اینه از شما، علامت این دوتا چه جوری باید باشه؟ ها علامتش هم بگو. اگه مثلا من مثبت و منفیشم مد نظرم بود، علامتش چه جوری باشه؟ نگاه کن، این الان داره میاد این ور، من باید بگم چی داره میشه؟ از Q1 خارج میشود، مثبت. این هم این ور مثبت خارج، این یکی داره بهش وارد میشه منفی. یا این باید منفی باشه این دوتا مثبت، یا برعکسش این مثبت بشه اون دوتا منفی بشن. حله؟ مثل همم نمیتونن باشن. خب من توصیه میکنم شما یه چند دقیقه استراحت بکنید، بعدش ادامه ویدیو رو ببینید که من همزمان که شما دارید استراحت میکنید منم یه آب میخورم و ادامهش رو کار میکنیم. با هم دیگه ادامهش حالا بررسی کنیم. تست 41ش میگه مطابق شکل یک آونگ الکتریکی باردار در میدان الکتریکی یک نواخت و افقی به بزرگی در حال تعادل است. آونگا خیلی مهمن ها، به نظر من شانس سوال هست، در نظام جدید خیلی کم توجه شده بهش. میدان الکتریکی چند درصد تغییر کند تا زاویه نخ با راستای قائم 53 درجه شود؟ الان زاویه 45 درجه است، میخواد یه کاری بکنه، قبوله؟ تا این زاویه بشه چی؟ 53 درجه، قبوله؟ ما توی آونگ ها میدونیم اگر که شما نیروها رو بکشید، این قبلا اینجا بوده دیگه، یه نیروی هولش داده این طرف، یه نیروی وزنم داره این طرف، اینم FA. پس من میتونم بگم در واقع رو به رو مقابل به در واقع مجاورش، درست شد؟ خب به این مجاوره میشود تانژانت من. پس نگاه کن، در آونگ تانژانت
آلفا مساوی می شود با مقابلش mg به روی fa. پس تانژانت 45 به تانژانت 53 مساوی می شود با mg به روی fa. این درست شد fa، این هم میشه mg به روی fa پرین. خب mgاش که با هم خط میخوره، تانژانت 45 یکه، تانژانت 53 یعنی سینوس 53 به کوسینوس چند؟ 53. سینوس 53 میشه 6 دهم، اونم میشه 8 دهم، میشه 3 چهارم. که اینم خط بزنم، یه 4 میاد اینجا، یه 3 میاد اینجا. حالا نگاه کن، 4 سوم مساوی میشود با اف ای پیرین به اف ای. این از شما چی رو میخواد؟ خب میدان چقدر تغییر بکنه؟ میدان وقتی که میخواد تغییر بکنه، میدان میشود ای کیو. پس این میشود ای پیرین زب در کیو، اینم میشه ای زب در کیو، باراش هم که تغییری نکرده، درسته؟ پس نتیجه گیری ای پیرین من میشود 4 سوم ای. خب تغییراتش چقدره؟ دلتای ای میشه 4 سوم ای منهای ای، یعنی 1 سوم ای، چون درصد میخواد. باریکلا ضرب در صد که بکنی میشه 33 درصد، میشه جواب گزینه 1. بریم سراغ تست شماره 42. 42 هم خارج کشور 1400. حالا من اینا رو نگاه میکنم میدونم، ولی برای اینکه دیگه مطمئن بشم اینجا یادداشت کردم که دقیقا، حالا چون تو ویدیوه به قول معروف رفرنس اشتباه ندیم. شکل زیر دوباره الکتریکی مثبت را نشان میدهد. خب اگر میدان الکتریکی خالص در نقطه آ، نقطه آ من اینجاست، برابر 1000 رادیکال 2 نیوتن بر کولوم باشد، کیو چند نانو کولون است؟ خب میدانی که داریم در واقع تو اینجا میشه 1000 رادیکال 2، چون این در این راسته، اینم در این راسته، با همدیگه کاری ندارن، جدا جدا به دست میاریم، بعد آخرش فیستا میزنیم. فیثاغورسی که زدیم، این فیثاغورسی بایستی برابره با چند باشه؟ 1000 رادیکال 2. میدانی که این کیو ایجاد میکنه، من فرض میکنم کیو مثبته دیگه، این میشود ای، مال این یکی هم میشود چی؟ ای. آقا از کجا فهمیدی این میشه؟ ببین این زورش کیوه، این 4 کیوه، درسته؟ این زورش تا الان 4 برابر اینه، یعنی میدانش 4 برابر قوی تره، اما در این نقطه فاصلش دوبل شده. وقتی فاصله دوبل میشه به توان دو میرسه، اثر میدان یک چهارم میشود. حله؟ پس یک چهارم ضرب در چهار، انگار که میدان ها با هم یکی، یعنی انگار اینو برداری بیاری 30 سانتی یه دونه کیو میذاشتی، این دوتا مثل همند. حالا من میتونم بگم این میدانه، قبول داری برایندش میشه رادیکال دوش دیگه، چون زاویه 90ه. ببین میشه ای با ای، برایندش میشه ای رادیکال دو. ای رادیکال دو مساوی 1000 تا رادیکال دو، رادیکال دو با هم میره، کا کیو بروی آر دو میشود 1000. در نتیجه کا من 9 ضرب در ده به توان 9 ضرب در کیو من، فاصله هم هست 30 سانتی متر، 3 دهم ضرب در 3 دهم مساوی 1000 شده. خب من میتونم بگم 3 دهم ضرب در 3 دهم میشه 9 صدم، با این که بره 100 تا میاد اینجا، قبوله؟ 100 تا با این بره، این یه دونه 10، این میشه 10 به توان 8، اینم میره 10 به توان 8 تا کیو شده 1. پس کیو من میشه 1 به روی 10 به توان 8، یا میشه 10 به توان منفی 8، چون گفته نانو کولون. ببین کیو شما شد 10 به توان منفی 8 کولون، میتونم بنویسم 10 ضرب در 10 به توان منفی 9 کولون. به پک 10 به توان منفی 9 کولون میگن چی؟ نانو کولون. پس جواب شما میشود 10 نانو کولون. این تست اگر که محاسباتی که به شما میگیم بلد باشی رو بلد باشی، انقدر سریع حل میشه. در غیر این صورت به تایمی که خودت اینجوری میتونی حل بکنی، حداقل
حداقل 3 تا 4 دقیقه اضافه کن. 3 تا 4 دقیقه میدونی یعنی چی؟ 4 دقیقه یعنی تایم 3 تست کنکور درس فیزیک. اوکی؟ یعنی اینجوری وقت میکشه ها. وقتی به دانش آموز میگیم آقا حتما مثلثهای طلایی رو بلد باشه و ازش استفاده کن. اینکه همه بلدن 3A و 4A میشه 5A فایده ای نداره. 3A و 4A میشه 5A به درد من نمیخوره. چی به درد میخوره؟ زمانی شما میتونی از این استفاده کنی که تو خونه هم از اینا استفاده کنی، تو تست زدنات هم استفاده کنی. حالا اگر دانش آموز من نیستی و داری این ویدیو رو نگاه میکنی، من توصیه میکنم توی پیج آپارات ما، همین امینی فیزیکس، بری پایین پیج ویدیوهای اولتر نوشتیم آموزش مباحث ریاضی درس فیزیک، یا در واقع نوشتیم فصل صفر پکیج امینی فیزیک، حتما اونو ببینید. یک ویدیو 57-8 دقیقه‌ای همه چیزایی که تو ریاضی، همه چیزای ریاضی که تو فیزیک لازمش داری رو توضیح دادیم، حتما حتما ببینیدش. بریم سراغ تست 43. دانش آموزای خودم هم که واجبه براشون دیگه، اصلا صحبتی درش نیست. نمودار اندازه میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار بر حسب فاصله از آن مطابق شکل روبرو است. خب R2 چند برابر R1؟ ببین وقتی که تو فاصله R1 یه عدد کم بوده، میدان 25 تا ای بوده. فاصله که زیاد شده، شیب بسیار زیادی، میدان داره کم میشه. من میدونم بارش که تغییر نکرده، فقط داره فاصله کم و زیاد میشه. میتونم بگم نسبتی که E2 داره به E1، درسته؟ اینو میذارم 2، اینو میذارم 1، مساوی نسبتیه که R1 داره به R2 همه با توانه E2 من چنده؟ 16. E1 هم چنده؟ 25 تا E مساوی می شود با R1 من به R2 اما به توان 2. E ها با هم ساده میشه. از اینم یه رادیکال میگیرم تا این بره، میشه 4/5. پس R1 می شود 4/5 R2. این گفته R2 چند برابر R1؟ می شود 5/4. ببین رفیق، اگر گزینه 1 و 3 رو بزنی، خب خداییش وقتی داری تصحیح میکنی این دانش آموز میگی دانش آموز عزیزم خوشگل، این محور آره، یعنی به شکل معلوم R2 از R1 بیشتره. تو چجوری اینجا نوشتی R2 از R1 کمتره؟ این دانش آموزی که اینا رو میزنه، یه خورده نگاه کن دیگه، نگاه بکنی R2 طول بیشتری از R1 داره، پس چجوری میتونه نسبتش کمتر از 1 باشه؟ نمیشه دیگه. یعنی شما اگر بلدم نبودی این سوال شانسی که میزدی، اگر بین این دوتا میفهمیدی یکی شانسی میزدی، 50% شانس درست بودن داشتی دیگه، معقول بود حتی اگر شانسی هم میزدیش. میگه در کدام یک از شکل‌های زیر خطوط میدان الکتریکی نشان دهنده یک میدان یک نواخت نمیباشد؟ آقا خطوط میدان الکتریکی برای اینکه یک نواخت باشند بایستی ویژگی هایی داشته باشند. یک، حتما خط راست باشند. اینکه جهتشون کدوم طرفیه مهم نیست، اما باید خط راست باشند. دو، فاصله بین خطوط بایستی با هم برابر باشه. اگر یکیشون دو تا اینجا نکن، اینا اینجوری باشه، بعد اینقدر فاصله داشته شه، بعد دوباره نزدیک هم شه، این فاصله به درد من نمیخوره. تمام خطوط بایستی دارای فاصله یکسان از هم باشن و در ضمن همه خطوط بایستی در خط راست باشن. انحنا داشته باشی ترتیله ها، یادت باشه حرکت انحنادار هیچ چیز ثابتی نیستن، نه میدان نه بعدا در کتاب 12 میخونی سرعت ثابت، هیچ چیز ثابتی نیستن، متغیرن. چرا؟ چون بردارشون مدام داره تغییر میکنه. پس با این تفاسیر این نیست، این که فاصلهش یکسانه. نگاه کن اینجا یک گپی داره، این اگه مثلا یه دونه اینجا میکشید میتونستیم بگیم یکسانه، این هم هست. پس اونایی که نیستن این دوتا شکلن دیگه، شکل 2 و 3 میشه گزینه 2. خب بریم سراغ تست شماره 45. نمودار اندازه میدان الکتریکی ایجاد شده بر حسب فاصله را از بار الکتریکی نقطه کیوپریم مطابق شکل زیر است.
اگر در فاصله 40 سانتی متری از این بار به بار نقطه ای Q2 مساوی 2 میکروکولون نیروی به بزرگی 0.9 نیوتن وارد شود، آرپیرین من چند سانتی متر است؟ میگه در فاصله 40 سانتی متری، درسته، از این بار داره به بار نقطه 2 میکروکولون نیروی 0.9 وارد می شود. پس من میتونم بگم نیروی F می شود KQ، درسته؟ من اون در واقع خب عامل تولید باری که داره میدان تولید میکنه رو میخوام بذارم کیو پیرین. این خب عامل میدانه. حل کیو پیرین به روی آردو. خب بار من خب این میکروکولونه، اینم نیوتونه، فاصله هم گویا بر اساس سانتی متره، درسته؟ خب قبوله، مشکلی نداره دیگه. پس میتونم بنویسم 0.9 میشود 90 ضرب در 2 ضرب در کیو پیرین به روی چند؟ 40 ضرب در 40. من میتونم بگم خب این ممیز یکی از صفرهای اینو میزنه، چرا؟ چون اینو تو یه تیمن دیگه. 9 و با 90 ساده میکنم میشه 10، صفر بعدی اینم میخوره، 2 رم با 4 ساده کنم 2، پس در نتیجه کیوپیرین من 8 میکروکولون هستش. کیوپیرین من شده 8 میکروکولون. حالا توی فاصله آرپیرین میدانشو دارم دیگه، 2 ای میشود کا کیوپیرین آرپیرین به توان 2، بنابراین 2 در 10 به توان 5 میشه 9 در 10 به توان 9 ضرب در کیو پیرین 8 ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی فاصله آر پیرین به توان 2. خب من میتونم بگم که 2 رو با 8 ساده میکنم این میشه 4 تا، قبوله، 10 به توان 5 دارم که با این بره میشه 10 به توان 4 مثبت، با این که بره میشه 10 به توان منفی 2. یه طرف این وسطه اینو خوشگل انجام بدیم ببینیم از چه قرار میشه. آرپیرین به توان 2 می شود 36 در 10 به توان منفی 2. پس یه رادیکال بگیر، رادیکال میگیرم، آرپیرین میشه 6 ضرب در 1 دهم، 6 دهم متر یا معادل 60 سانتی متر. پس آرپیرین چند سانتی متره؟ گزینه 2. بریم سراغ تست شماره 46. این هم سوال کنکور خارج 1400. میگه 4 تا بار الکتریکی نقطه‌ای Q1 و Q2 2 میکروکولون، Q3 و Q4 منفی 2 میکروکولون را طوری که در 4 رأس مربعی به ضلع 30 سانتی متر قرار دارد قرار میده که میدان الکتریکی خالص در مرکز مربع برابر 0 باشد. در این حالت نیروی الکتریکی وارد به هر یک از بارهای الکتریکی چند نیوتن است؟ من اول یه شکل مربع بکشم، این یه مربع، قرار میدان خب در این وسطه صفر بشه، درسته؟ همه بارام دوان، فقط دو تا مثبت دارم دو تا منفی. چرا این کارو میکنم؟ خب دلیلش اینه که نگاه کن، شما فرض کن Q1 رو بذاری اینجا، Q1 2، قبوله، میدانی که این داره تولید میکنه اینجوریه، حتما بایستی یکی اینجوری باشه که اینو بتره کنه. پس این یکی که Q2 باشه میاد کجا قرار میگیره؟ اینجا. حله؟ Q3 رو میذارم اینجا، منفی 2 میکروکولون، میدان به بار منفی وارد میشه، حتما این یکی هم باید به این یکی وارد بشه، پس این هم میشود Q4 میشه منفی 2 میکروکولون. اینجوری شما آرایش بارتو فهمیدی. اگر شما هم در مغناطیس و هم در الکتریسیته ساکن زمانی که مثبتا یا حالا خب در واقع قطبا، حالا توی مغناطیس هم جداگانه می‌خونیم، زمانی که جریان‌ها رو بهتون درس میدیم جریان همجهت باشن و برعکس، زمانی که این دوتا روبروی تو قطر مربع مثل هم باشن اثر هم خنثی می‌کنن تو وسط، زمانی که مثل هم نباشن اثر هم تشدید می‌کنن، جمع می‌کنیم. خب حالا گفته بگو در این حالت نیروی الکتریکی وارد بر هر یک از بارها چند نیوتن است؟ من نیروی وارد بر این بار Q3 رو میگم، 2 منفی 2 رو دفع میکنه، پس این میشه F1 2، قبوله؟
Q2 شما مثبت منفی رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه. درست میگم؟ قبوله؟ البته ببخشید من اشتباه کشیدم. این مثبت بود، این منفی بود. مثبت منفی رو جذب میکنه، قبوله؟ میشه F1 2. منفی مثبت رو جذب میکنه، این حالت. این هم که داره چیکار میکنه؟ دفع میکنه، میشود F چند؟ 4 به 3. قبوله؟ حتی این 3 ها، من 1 به 3، این هم میشه F2 به 3. دیگه آخرش ما هم خسته شدیم. خب من میخوام بیام به دست بیارم. من میدونم که اندازه این دوتا با هم برابرن دیگه، یعنی اندازه F1 3 مساوی اندازه F2 3 مساوی است با بارها بر حسب میکروکولون. فاصله همونم 30 سانتی متر داریم. 90 ضرب در 2 ضرب در 2 30 ضرب در 30 میشود چند تا؟ این با این میره، این میشه 10، میشه 14. پس نگاه کن، این اف رو من دارم دیگه، این اف هست 14، این اف هم هست چند دهم؟ 14. قطعا بردار براینده این دوتا میشود این وسطه، میشه 14 رادیکال 2. این از این. حالا این یه دونه رو خب که این وری بود، اینم باید به دست بیارم. اینم اندازش همونه ها، ولی یه تفاوت داره. شما می نویسید 90 ضرب در 2 ضرب در 2، این توی قطره. شعاع شما وقتی 30 باشه، این میشه 30 رادیکال 2 به توان 2، یعنی میشه 30 به توان 2 ضرب در 2. اینم که میشه 90 ضرب در 4. حالا ساده سازی بکن، این که با این ساده بشه میشه 10 تا، این میشه 4 بیستم. 4 بیستم یعنی 2 دهم. پس جواب اینم چنده؟ 2 دهم. آقا یه نیرو داری 2 دهم، یه نیرو داری 4 دهم رادیکال 2. رادیکال 2 1 و 4 دهمه. پس شما میتونی بگی این 1 و 4 دهم که باشه 4 دهم ضرب در 1 و 4 دهم 56 صدم. یه 56 صدمی این طرف داری، یه 2 دهمی این طرف داری. بدیهیه که این از این کم می شود، یه دونه 36 صدم می شود. پس اندازه نیرویی که باقی میمونه میشه چقدر؟ 36 صدم. حله. نگاه کن سوالو، سوال بسیار بسیار سوال خوبی بوده، واقعا تست عالی بودش. بریم سراغ تست شماره 47. این همون سوالیه که هم ایدهش تو کنکور میتونه مطرح بشه و دقیقا همون ایده این سوال که تمرین رشته ریاضیه شد سوال کنکور دیگه. قبوله؟ ما توی اینستاگراممون هم این سوال رو دقیقا اومدیم گفتیم، سوال بسیار مهمه بچه رشته ریاضیه. میگه شکل زیر دو آرایه مربعی از ذرات باردار را نشان میدهد. مربعها که در نقطه پی هم مرکزن هم ردیف نیستن. بزرگی میدان که در نقطه پی کدام است؟ اثبات کردنش رو کاری نداریم، کار سختی هم نیست. بعد تا بکشی این ور اون ور میکشی، اندازه به دست میری، برابر میشه. ما میدونیم اگر دوتا بار مثبت یا دوتا بار منفی یا اصطلاح عامیانش دوتا بار همنا در فاصله یکسان از هم قرار بگیر، در فاصله ببخشید دوتا بار همنام اگر در یک فاصله از هم قرار بگیرند، چون همنامند هم اندازه که باشن، نقطه کور وسطشونه. پس الان این مرکز نقطه کور هر کسیه که از این ورانور یکسان باشه. نگاه کن اینجا رو، این منفی 5 با این منفی 5، این دوتا حذف میشن. قبوله؟ اینو نگاه کن، کیو منفی 2 کیو، اینا حذف نمیشن، پس اینا رو ولش میکنیم. بریم سراغ این یکی ها، 4 کیو منفی 4 کیو منفی. قبوله؟ 3 کیو 3 کیو، 2 کیو 2 کیو، منفی کیو منفی کیو، همه چی رفت، فقط این دوتا موندن. شما روی این خط واصله اگر نگاه بکنی داری میبینی دیگه، این نقطه پی وسطت که باشه یه منفی 2 کیو داری. وقتی که اینو منفی در نظر بگیریم، میدان برش وارد میشود، این میشود E2. یه مثبت داری که این هم میدانش رو اینجوری ایجاد میکنه، میشه E1 شما میشه K Q به روی A به توان 2. E2 شما
دو برابر همین میشود دیگه، میشه دو تا کا کیو به روی آدو. پس مجموعه اینا میشود چی؟ میشود سه تا کا کیو به روی آدو. سه تا کا کیو به روی آدو. خیلی سوال خوبیه، ایده داره دیگه، حل. مطمئن باشید خودش هم یه روز سوال کنکور میشود. بریم تست شماره 48، تألیفیه خیلی قشنگه اینا. میگه دو کره رسانه باردار را با یکدیگر تماس میدهیم، تماس، و در فاصله معینی از یکدیگر قرار میدهیم. کدام یک از گزینه‌ها نمیتواند خطوط میدان الکتریکی در اطراف این دو کره را به درستی نشان بدهد؟ آقا ما میدونیم، ببین یه سری سوال حرفه‌ای اومدیم از روش‌های انتقال بار حل کردیم، یعنی به سادگی اون چیزهایی که تا به حال تو کنکور اومده و کتاب میخواد نبودن. ترکیبی از اینها و مطالب بعدی مثل میدان حل یه بار تو سری تریبو الکتریک بردیم، حالا توی تماس. توی تماس ما میدونیم وقتی دو تا کره داره به همدیگه تماس میدهیم اتفاقی میفته. ببین یا این دوتا، خب ببین اینه دیگه، یا یکی مثبت یکی منفی با هم برابرن، وقتی تماس میدیم تمام، اصلا دیگه میدان تولید میکنه. یا مثبت زورش از منفی بیشتره، وقتی که به این میچسبونیمش منفیاش از بین میره و یه کوچولو مثبت میمونه. بعد اون مثبته اگر در واقع کره مثل هم باشن 50-50 قانون 50-50 بود، اگر نه به یه نسبتی پخش بده، ولی جفتشون میشه مثبت. و اگر منفی زورش بیشتر باشه بعد تماس جفتش میشه منفی. پس یه نکته بسیار بسیار مهم، در هر صورت بعد از تماس من در واقع چی دارم؟ یا مثبت مثبت دارم یا منفی منفی همنام دارم. بنابراین این شکله شکل غلطیه، این داره از مثبت میره به منفی، بایستی یکی از این شکلا باشه که این حالتی میشدن. شاگردای من ویدیوش هم دیدن دیگه، قبوله؟ برای شما ویدیو بار الکتریکی رو نشون دادیم، بار میذاشتیم بعد اینجوری خطوط میدانش رو میدیدید. حله؟ پس میتونم بگم این سه تا میتونه باشه و این نمیتونه باشه. در ضمن یه دانش آموزی، آقا نمیدونی چیه؟ خب لامصب اینو این من چه فرقی میکنه؟ اگر این جوابه اینم جوابه، اگر این جوابه اینم جوابه، بعدش هم اینم شباهت داره به اینها، فقط اینه که از این استایل خارج شده. اینو بزنشو برو. بریم تست شماره 49. میگه ذره به جرم نیم گرم با بار الکتریکی 8 میکروکولون در میدان الکتریکی یک نواخت افقی قرار دارد. اگر اندازه میدان الکتریکی 1.5 × 10³ نیوتن بر کولوم باشد، شتاب حرکت ذره چند متر بر مجذور ثانیه؟ میدان الکتریکی من دیگه قائم نیست، افقیه، درسته؟ فرض میکنم میدان من این سمتی باشه. حل؟ خب ببین چون بار من مثبته، من میتونم بگم یه اف الکتریکی این سمتی هم دارم، یه دونه نیروی وزنم دارم. حالا اینا رو به دست میارم، اف الکتریکی من میشود ای کیو، ای من میشه 1.5 ضرب در 10^-8 ضرب در -6. 8 × 1.5 = 12. اینم 10^-3 میشه 12000. این است. قبوله؟ ام جی من چی میشود؟ نیم گرمه. نیم ضرب در 10 ضرب در 10^-3. 10^-3 به خاطر گرم میشه، اون 10 به خاطر جی. این 10 ترتیب این نیمه رو اعشار رو میده، میشه 5^-3 میشود 5000. خب ببین اینجا رو نگاه کن، یه نیرو داری 12000، یه نیرو داری 5000. بردار برایند یه چیزیه بین این دوتا، اگر با هم برابر بدن وسط، چون اون بزرگتره میاد به این سمت. حالا شما دنبال چی هستی؟ شتاب. پس اول باید اف نتو به دست بیاری. اف نت برای دوتا بردار که با هم زاویه 90 میسازن میشه فیسا، پس میشود 5000 به توان 2 به اضافه چند؟ 12000 به توان 2. نکنه داری حساب میکنی رفیق؟ یادت باشه در فیزیک اگر محاسباتت رو بلد نباشی اذیت میشوی. اعداد طلایی داشتیم 3 4 5
کنارش یه عدد میگفتیم نقره یا 12 5 میدهد 13. این 5 ضرب در 10 به توان منفی 3، این 12 در 10 به توان منفی 3، پس این هم میشه 13 در 10 به توان منفی 3. دیگه حساب کردنم نداره. حالا اف نت من میشود این 13 در 10 به توان منفی 3، اف نت میشه ام آ 13 در 10 به توان منفی 3 میشود ام من نیم ضرب در آ. بنابراین آه شما میشود 13 رو با این ساده بکنیم بیشه 26 در 10 به توان منفی 3 متر بر مجذور ثانیه، که میشود گزینه شماره چند؟ 4. قبوله؟ خب فقط یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که شتاب حرکت. آها، ما اینجا تبدیل اممون، ببین من یه در توان منفی 3 نسبت به گزینه بیشتر آوردم دیگه، گرم بود دیگه، در توان منفی 3 که داشته باشه در توان منفی 3 این با این بره، اینم خط بخوره میشه بعد چند تا 26 تا. بریم سراغ تست شماره 50. توصیه میکنم قبل از اینکه من حل بکنم حتما شما یه بار این سوال رو حل کنید. خب میگه مطابق شکل زیر بار الکتریکی کیو به جرم 4 گرم در میدان الکتریکی یک نواخت به بزرگی 1.5 در 10 به توان 5 نیوتن بر کولون به کمک ریسمان سبک و عایقی در حال تعادل است. کیو بر اساس میکرو کولون کدام است؟ خب ببین من میخوام ببینم چه کار میتونم بکنم. اول اندش که نیروهایی که به این ریسمان وارد میشه یه دونه ام جی رو به پایین، یه دونه اینوری. از کجا فهمیدم اینوریه؟ خب تناب اومده اینور. آن چیزی که باعث انحراف می شود نیرو است. نیرو اینوری هل داده، تنابم رفته این طرف. سوال من از تو اینه. الان بار من مثبت یا منفی؟ چی؟ مثبت اشتباهه. منفی درسته. چرا؟ آقا جهت میدان این طرفیه. جهت ای این، جهت میدان این طرفیه، جهت اف این طرفیه. میدان و نیرو خلاف جهت همن. وقتی خلاف جهت همن یعنی بار منفی بوده. پس تا به اینجا میتونی با این دو گزینه خداحافظی کنی. بار شما یک بار منفیه. ما میدونیم رابطه اینو میگفت، میگفت تانژانت آلفا که اینجا 37 درجه است میشود مقابل اف ای به مجاورش، در واقع ام جی. حله؟ تانژانت 37 یعنی 3/4، اف ای هم یعنی ای ضرب در کیو، این هم که میشود ام جی. پس من میتونم بگم 3/4 میشود ای من 1.5 ضرب در 10 به توان 5 ضرب در کیو، ام اونم چنده؟ 4 گرم. 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 ضرب در 10. این 4 رو با این 4 ساده میکنم، 3 هم با این 1.5 ساده میکنم میشه 2. این میشه در توان منفی 2. قبوله؟ این بزرگوارم که تشریف بیاره پایین میشه در توان 5 منفی، میشه در توان منفی 7، در این ضرب بشه کیو من میشود 2 ضرب در 10 به توان منفی 7 کولون. چون میکرو کولون خواسته، خب می نویسمش 2/10 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولون، به پک در توان 6 کولون میگم میکرو کولون، میشه منفی 2/10. بعضی از بچه ها اینجا یه سوال و یه مشکلی دارن، میگن آقا این آونگه رو من هرچی بهت میکنم نمیفهمم شما چی جوری میگی این تانژانته میشه. نگاه کن اینه دیگه، قبوله؟ خوب اینجا نگاه کن، اینه، درست میگی؟ من در فیزیک میتونم، در فیزیک میتوانم نیرو رو در راستای خودش جا به جا کنم. شما کاری فعلا در همه جا نمیتونی ها، و در همه جهت هم نمیتونی، پدیده های مثل لنگر به وجود میاره، اما فعلا شما میدونی من اینو بر میدارم، خب میارم اینجا میذارمش. نگاه کن، قبول داری این حالت میشود؟ اینم میتونم چه کار بکنم؟ خب بیارمش بذارمش در واقع اینجا، یعنی میشود این حالت. حالا نگاه کن، این 37 میشه مقابل اف ای
به روی mg. یا اینه، یا اگه یه خورده بخوایم ریاضی طورتر باش برخورد بکنیم، این کار رو انجام میدم، اینو امتداد میدم، درسته؟ میگم آقا اینو میتونم بیارم به چپونمش اینجا. آه ببین اون 37 باشه طبق قضیه دو خط موازی که یک مورب قطعش میکنه، این همون FAE منه، پس اینجا هم FAE، این هم که MG. اوکیه؟ خب توی این ویدیو 25 تا تست در واقع دوم فصل الکتریسیته رو کار کردیم. همونطوری که دیدی تست‌ها خیلی ساده‌ای هم نبودن، همه نکته دارن. چرا؟ چون کنکور داره رو به سختی میره. با حل کردن تست‌های آسون فقط یا با حفظ کردن نکته واقعاً در کنکورهای نظام جدید راه خوبی رو در واقع انتخاب نکردید و سرانجام خوبی نداره. حتما باید مفاهیم خوب یاد بگیرید و کمک کنید. یه توضیح دیگه هم بدم. فیزیک درس زود بازدهی نیست. زودپزی نیست. دیرپزیه. اینجوری نیست که شما مثل زودپز غذا رو سریع بیایید مواد غذایی بریزید داخلش، تحت فشار سریع در واقع یه غذا آماده سریع به وجود بره. این قابلم است. دیر میپزه. ولی وقتی بپزه. فیزیک توی ابتدای قضیه که دارید تست حل میکنید ممکنه نتونی درصدهای خوبی بگیری. اصلا نگران نباش. اصلا قرار نیست توی ابتدای قضیه شما بتونی به درصدهای خوب برسی. یواش یواش پله‌های ترقی رو میری بالا و نتیجه میگیری. من دانش آموزایی داشتم که با درصد فیزیک 5% و 10% توی آزمون‌های قلمچی شروع کردن، آخرش در آزمون به درصد 100 رسیدن. تو کنکور درصد 80 خورده‌ای زدن. حله. و اگر تمرین نکنی، دانش آموزی رو داشتم که از اول سال 20% بوده، میره تا آخر سال همین 20% رو نگه میداره. پس تکالیفی که دارید، تستایی که دارید حتما خوب حل بکنید. پیشبینی سوال کنکور و اینکه سوال کنکور برای شما تکراری باشه، با من حل کردن و تکرار کردن و تست زدن که سرعت عملت بره بالا و تسلط داشته باشی به اون چیزایی که من درس دادم، با تو مطمئن باش یه نتیجه بسیار خوبی میگیری. موفق و شاد و پیروز باشی.